بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقت بخير ارزكم لكل غوا قرمانجه عزیز کردانه نازنین ل ایران ل عراق ل سوریه ل ترکیه ل هر در دنیا که هنه ل آسیا اروپا آمریکا آفریقا اقیانوسیه خوی عاقبت و خیر که انشاءالله. ل ادامه بحث درس اعتقادات کلام و اصول دین گشتنی مبحث انسان شناسی و هستی شناسی جا منظر اسلامه. هستی شناسی منظور گره هستی ناس بکره، هستی جی ماسه والله غیر خودی کل تشته. انسان شناسی که انسان جی که قبا بنی آدم گره حقیقت انسان ناس بکرنی. ل ادامه بحث قبلی راجع به عالم برزخ، اگر ترجمه کردی و کرمانجی هوه توصیه دکم سیاحت غرب آقا نجفی آیت الله علامه آقا نجفی قوچانی بخینه. سا عالم برزخ کتابه که کم نظیره، خیلی کتابه که فوقلاده. اگه کردی ناتگیره و اصل وی کتابه فارسیه، عربی جی زانمه ترجمه وی از جا ترجمه زمانانه دن خبر میتونه. احتمال پر و خیلی زمانان گره ترجمه بوه او کتابه که بی نظیره. اگه ترجمه بوه انشاءالله جا طریق اینترنت گاین جستجو بکن، پیدا بکن، مطالعه بکن، معلومات وسا عالم برزخ پرده به نوه. کتاب سیاحت غرب نویسنده آیت الله علامه آقا نجفی قوچانی. قوچان شرکه لاستان خراسان رضوی لجمهوری اسلامی ایران. زادگاه وی آلما لویه قجوی جهتام وی توضیح دا ادک جا گرمانجه نازنین من لوی منطقه زندگی دکن لکلات لدرگز لقوچان لفاروج لاسفراین لشیروان لبوجنورد لاشخانه لوان اونو کل شهروی منطقان است. سه خراسان لایران هیه خراسان رضوی خراسان شمالی وان شرانا که من ناوبر عمدتاً جا خراسان رضوی و شمالی و لداره دنجه که خب هنه گرمانجان لگیلان هنه لمناطق دن کردانه دنجی لایران لآزربایجان غربی لکردستان لکرمانشاه لایلام و پراکنده لکل در ایران کرد و گرمانج هنه وان کشوره دنجه که خب خود کلان حفظ بکره. لموضوع انسان شناسی که لبی برنامه عمدتاً هم بحث انسان شناسی تقدیم دکرنی، حقیقتاً انسان آدم موجوده که بی نظیره، موجوده که بی نظیر، عجیب غریب. سا فهم بکرنی انسان چیه؟ اول حدیث اگه جا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خیلی بی نظیره با حدیثا، ممتازه.
لنهج البلاغه امیر المؤمنین، لقسمت کلمات قصار. حضرت علی سا معرفی انسان سه گروه، سه قسمت، سه نوع، سه قسم جا مخلوقات خودی را معرفی دکه و هب را مقایسه دکه تا انسان شناخته و معرفت پیدا کنی انسان چیه. خود حضرت علی و انسان را دهی اتز امو انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر. و انسان تو خیال دکی موجود اکی قچکی لصورته که عالم که عظیم و گر لوجود دهیه، تو موجود اک ناشناخته ای، تو موجود اک ناشناخته ای، عظمت خواه بزان و خواه ناس بکر، تو موجود اک ناشناخته ای. لفرمایشه دن حکا دویجه وی سه قسم مخلوقاته که و همراه و مقایسته دکه فرشته و ملائک، حیوانات، انسان. لعوت وان مخلوقات گوناگون عالم و ناس سیانا و هبرا مقایسه دک. فرمایش دک دویجه ان الله تعالی خلق الملائک و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوه فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائک و من غلب شهوته على عقله فهو ادنا من البهائم. عظمت اعتقادات وای قوی حدیثا اگر دقت بکی زندگی تا تنظیم داره. چه فرمایش کرد؟ فرمایش کرد خودی فرشتان ملائک خلق کرد ونا عقل محض و روح محض بود. یعنی چه؟ یعنی جسم نبود. خب مقصود یعنی اصلا گناه ناکرن، گناه لوجود ونا تو نه، معصیت ناکرن، نافرمانی ناکرن، مطیع امر خودی نه، لحال عبادت و بندگی و طاعت و هنک جوان هزاران سال سجده، هزاران سال رکوع، هزاران سال فرشته اصلا معصیت ناکن. البته لبراگر اشاره بکن هنک تعبیر دکن در این شیطان اول فرشته و بعد مثلا منحرف بو و اشتباهه و گپک درست نید. شیطان اجنه یا جنیانه فلزا گوتم من خوده و جا آتش خلق کر، جا آره خلق کر، انسان تا جا خاک و زمین خلق کر، از که آربم جا نظر رگوریشه جوان قیمتی ترم، مهم ترم، ساچ از گل آدم سجده بکم. او فرشتن نه او، او اجنه او، اجنه طول عمر خواهنه، طول عمر اجنه جنیان پره. قلبه را از مجبورم وی توضیحاجی بدمه چون خصوصا خیلی تا نوه اجنه دبیستن متحیر دوین، سرگردان دوین، زانن که مک بیشتر زانه وین، یعنی درخواست نکن که مک بیشتر زانه وین. لأول اسلام اولا که اجنه نالی انسان موجوده که دو بعدیه، جسم و روح. این تا جسمه وی لطیفه جا دیفالان رد دوه جا عرض به حضور شما جسم لطیفه در نالی آوه، مثلا جسمه که لطیفه، اگه کسک دیوه ممکنه و شکل و شمائل ندیوه، ولی جسمه که لطیفه یعنی منعطف خاص آزگار دکه و شرایط مختلف. وقت پیغمبر اسلام هات هم در خوزنی و مناسبت بحث فرشتان که ادک خیال دکن
شیطان جز به فرشتانه مگو ناج جنیانه که مک توضیح دهنی تا زانمن چره شیطان جا جنیانه چه جور موجودن بنا پیغمبر که اسلام هانی وانه که چونه مکه خواهی قبول که وانه نچونه خواهی روزی که وانه چونه جارکن خواهی متعدد روزیه وان بکره انشاءالله هر در دنیا دین ببینه مکه هفت و لوی ببینینی لکنار مکه لکنار کعبه لمسجد الحرام لمسجد النبی لمدینه لبقی وردا وید و هفت و ببینینی و هفت را صحبت بکنی تقبل الله ببینینی انشاءالله قلم مکه هنج باب و سلام سمت سعی صفا و مروه کشه مسجد الحرام خارج دوین رو جنت المعلات قبرستان حضرت ابو طالب میدان معابده حرکت بکن اولین پوله که لوی طرف حیه علیه ها لوی معروف ناستکن مچیتک به نام مسجد الجن وجه تسمیه نامگذاری وی مچتا باید لورا اجنه اسلام هانین و معتقد و پیغمبر بود و پشت سر پیغمبر نماز خواندن وی هنده بویه مچید جنیان مسلمانه وی کل شیعه اثنا عشری اهل بیتن فرق و مذاهب دن تنه یعنی جنیان دو فرقه بیشتر ننن یا کافر یا مسلمان مسلمانه بوجی چیه دوازده امامینه وان کافره و ناده خواستن جنیه مسلمان اذیت بکرن قجوی در این مسجد النبی که مسجد الحرام که میگو وردات اینجا طرف سعی صفا و مروه کوه ابو قبیس که لسمت به اصلا صفایه لپشت کعبه لپشت مسجد الحرام جوی تونه لکتره رد دوه وی طرف سه طرف چیه که حالت یوی انگلیسی سه طرف چیه که اورته وی چیا وی را دوی جن محبس الجن خالی اجازه دو پیغمبر پیغمبر نگهبان لوی طرفه که سه طرف چی و طرفک وو قلوی طرف و نگهبان دانی وان جنیانا لورته ویچیا کل محبوس کر که ضرر و زیان و اذیت نگه جنیه مسلمان رهبره اجنه لکربله حاده طرفی امام حسین جای امام حسین اجازه خواست گفت رسول الله اگر اجازه بدی از او اجنه مؤمن کل دینی جتا دفاع دکنی دشمنه تا نابود دکنی امام حسین فرمایش کرد از دخوازم عادی زندگی بکم و جنگ بکم اول الله ان یجر الامور الا به اسبابها ممنون جا زحمته و جا ادبه و بنایم وانه نجا قدرت نامتعارف اجنه استفاده بکن فرشته و ملائک جیهاتن لکربله رو امام حسین بس الان مقایسه اجنه و انسان و حیوان سا انسان ناس بکنی عملا وارد بحث اجنه جبونی چهار قسم عملا توضیح دادنی فرشته و ملائک جیهاتن کسی دخوازن ملائک ناس بکن دعای دوم صحیفه سجادیه راجع به مال امام امام سجاده راجع به فرشتان و ملائک خیلی قشنگ توضیح داره از لبرا فرصت مساوی توضیح تن فرشته جهاتن گوتن یپن رسول الله و امام حسین رو گوتن اجازه دادی هم ببینی یاری بکنی دشمنت نابود بکنی امام حسین فرمایش که اول الله ان یجر الامور الله به اسبابها از دخوازم عادی رفتار بکم بنای من جا قدرت نامتعارف استفاده کرن نه خب قسمک فرشتان قسم دوم حیوان که خب ناستکنده
حیوان موجوده که مادیه، شعوره که ابتدایی هیه، شهوت خواهیه، منظور شهوت در روایت نیازه، میل و رغبت، میل و رغبت مادی، نالی در خوازه بخاره، در خوازه تشنگی خواه، در خوازه نان بخواه، گرسنگی خواه برطرف که برچینه به، در خوازه آف بخواه، تشنگی خواه، اتشه خواه برطرف بکه، در خوازه راکه به استراحت بکه، یا شهوت جنسی، قوان تشته هاکا کله و نیازه هاکا نیاز مادیه. و حیوان، اوجی فرشته، دوی انسان موجوده که ونا هر دو هیه، ونا هر دو هیه و بحثا بمینه ادامه ویا که در خواست انسان که مک پرتر معرفی بکنی لجلسه آینده. پس انسان موجوده که جا فرشته کاین گرتر و اساسیتر و بلندتر و عظیمتر و با عظمتتر به کاین جا حیوان پستر و گرفتارتر به خودی من نجات بده، جزو عاقبت و خیران ببینی، خواهی توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله یا الله یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات.